سلام، امشب شب آخره و میزبان من هستم. امشب دیگه تموم میشه، بریم ببینیم چی میتونیم بخریم از اینجا. بریم. سلام، خسته نباشید. شما فقط بیکن و اینا دارین یا گوش و چرخ کردم دارین؟ دارین؟ پس لطف کنید یه نیم کیلو گوسفندی چرخ کرده، نیم کیلو هم گوساله لطفا. همین کافی. خب بریم ببینیم این بر مثلا چرخ دستی یادم رفته. آقا من اینو میتونم بردارم؟ بله. ببخشید. متشکرم. عرض کنم که یه دونه نوشابه بردارم. ببینم یه دونه دلستر. من خودم با غذا خیلی حال نمیکنم. نوشابه خوبه. بذار یه دونم زردشو بردارم. جانم آقا مرسی. این چیه الان؟ چرخ کرده گوسفندی. گوسفندی مال کیه؟ امروز. مال امروزه؟ خب گوسالم یه نیم کیلو لطفا بیارم. نداری؟ دیدم با شک نگاه کردی. میوهاتون همینقدره؟ نه. سیب زمینی داری؟ خیلی خوب. یه نیم کیلو سیب زمینی پیازم بده. خوشگلشو پیدا کن. آفه. ببینم خوشگله؟ خوشگله. روغن زیتون هم اینه داری دیگه. اصلا تو یه رو پیش من باش. باشه؟ اشکال نداره؟ سماغم داری؟ یه دونه سماغم به من بده. کیسه ای بده. بعد دیگه آبغوره گفتی داری؟ بله. حالا فرقی خوبشو بده. خوبش بده. آره. چیا ببینم چیه، چجور ترشی بگیرم. این به نظرم بد نیست. ولی من ترجیحم لیت است. خب اینم از ترشی. آقا خسته نباشید. تخم مرغ شانسی. این که دخترونه است. بابا اصلا تو شأن ما نیست تخم و شانسی. به رادش تخم و شانسی بدم اصلا هیچی. مرسی آقا. نه ممنونم. خب اینا رو هم عاد آقا الان گوش نیومده ها. من آقا دست رو در نکنن. من چقدر تقدیم کنن؟ مرسی. رمزمو فیلم برداری نکن.
مرسی. خب من قشنگ دستمو شستم که شما بدونید که قشنگ دستمو شستم و اینکه نوبت من رسید. برای امشب میخوام که کباب تابهی درست کنم، سالاد شیرازی درست کنم. چه شبی بشه امشب؟ یعنی با حضور هومن برق‌نورد، با حضور شهاب عباسی و با حضور نصرالله رادش چه شبی بشه امشب؟ امیدوارم که همه چه ختم به خیر بشه. بگذاریم بریم من مخلفات کباب تابعی رو درست کنم، لابلاش با هم دیگه گپ میزنیم. دوست تو با کدوم عدویه؟ اینا کدومه؟ چیه چیه؟ این بود سیره؟ این باید فلفل باشه؟ در شدن برای یه کمی نمک این دو تا دونه باز کنم بریزم پودر کنم بذارم. این که بیرون از کادر بهش کمک میکنه کیه آقای جان؟ این که بیرون کادر بهش کمک میکنه کیه؟ به من کمک میکنه؟ از سوال کردیم. تو که میگفتی من بلدم چی شد؟ الان نمیگم بلدم، الان نمیگم، دارم با خودم حرف میزنم. من توی آینه اونجاست، دارم میپرسم از خودم چیکار کنم چیکار نکنم، دارم خوش میگذرونم دیگه، دیوونه شدم، قاطی کردم. تو این سه شبه با نصرالله بودم، میخورد تاثیر گذاشت. شوخی کردم، اون ناراحت نشه یا نصرالله ناراحت نمیشه، منو دوست داره، منم خیلی دوستش دارم. خب اینا رو من الکل زدم قشنگ، یعنی خیالتون راحت باشه از بیرون آوردم، قشنگ الکل زدم. دستم الان شستم جلوی چش شما که ببینید که من به این چه توجه میکنم. نمیدونم دیشب نصرالله اصلا به این چیزا توجه کرده بود یا نه. کلن غذایی که ببخشید من تو زندگیم درست میکنم اصلا غذا نکنم. این کارها رو باش نکنی پیشبازی نکردی، این سیسید بازی ها اینا مسخره بازیه. خب شما الان دستکش نداری، کلاه آشپزی نداری، روپوش آشپزی نداری. چند بار بگم نه روپوش نه، با من اوکی هم همینطوری دارم کار میکنم. شما اوکی میدونی بعدش هم که دیگه دستامو همینطور ره بره دارم میشورم، نمیفهمم. شما میدونی مخاطب شام ایرانی اغلب خانمای خانه دارن، حتی خانمای ایرانی که خارج از کشور زندگی میکنن و به جزئیات خیلی دقت میکنن. و شما میدونستی بهترین آشپزای دنیا، کسایی که بهترین آشپز اصلا دستکشن، آقا دستتو میشوری فقط تو آشپزخونه ای، دستتو قشنگ میشوری و فقط با موادی که قرار غذا درست کنی سر کار داری و نه چیز دیگه ای. با دانشجوهایی که مخصوصا دانشگاه هنر و معماری. این کیه ببخشید؟ میخوام یه لحظه اجازه بدین. نه قطع نه کیه؟ اوه 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 یه لحظه ببخشید. سلام علیکم. آه ببینین آه قشنگ این لیمو رو یک کم لیمو میریزین. حتی ممکنه بعضی ها نریدن، سلیقه ای کاملا سلیقه ای. این هم از این بعدش داره بعد آقای تشکر شما خودتو سلبریتی میدونی؟ نمیفهمم این چیزا رو. نه بابا اینا چیزاییه که اصلا به این چیز توجه نمی کنم. حوصله ندارم به این چیزا. نه حوصله دارم نه وقتشو دارم نه اصلا. یه خورده پودر سیر میریزم. یه خورده فلفل میریزم. ببخشید وسط کلام شما. نه سلبریتی رو نه معلومه که کار نکرده اینا. این دست چپه، این دست راسته. نمیخوام این کثیف بشه، معلومه که کار کردم. دارم جلو چشت کار. خب
خب واقعا به من خیلی خوش گذشت به خاطر اینکه مشغله کاری اجازه نمیده که ما زیاد دور هم جمع بشیم، ولی چهار شب سه شب در واقع مهمونی رفتن بر من یه سخت عذاب آوره، با اینکه خیلی دوستشون دارم بچه ها رو اینا، چهار شب پشت سر هم این تکرار بشه و اینا. تا اینجا خوب بوده، من دوست داشتم. امشب هم شب آخره، حرف آخر من اینه که امیدوارم امشب هم خوب تموم بشه، اتفاق خاصی نیفته که کتکمون نزنه. خب سیب زمینی رو اگر من الان بخوام برای تعدیق پوست بکنم، سیب زمینی زوده و رنگش عوض میشه، پس به نظرم بهتره که برم سراغ سالاد. میخوام سالاد درست کنم. چاقو بذار ببینم که آها، یکی دیگه از چیزای خیلی خطرناک آشپزخونه اگه گفتین چیه؟ پوسکن. خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه، یعنی کافیه که حواستون جای دیگه باشه، اون وقت ممکنه آسیب جدی به دستتون بخوره. آه دیدی نگفتم اینطوری نشه، شوخی بود. شد اشکالی نداره، چون چند تا کار پشت سر هم داشتم جدی بازی کردم، خودم هم میخواستم تجربهش کنم. حالا مثلا آدمایی هم بازی کردم که هیچ کدومشون آدم مثبت نبودن تو کاری جدی، همشون منفی بودن. خودم دوست داشتم، ولی بیرون که میبینن میگن آقا میشه لطفا شما کمدی بازی کنید؟ الهی بمیرم. من قصه دارن که مردم باید بخندن دیگه، نیم ساعت هم بتونیم مردم رو بخندونیم به خدا کلی کار کردیم. آبجی من این پیاز داغایی که با خودمون آوردم و همونی ریختم تاش، دیدم یه استراحتی بکنم. نوشه جان بفرمایید. خوبی؟
نوشیدنی چی میخوری؟ خون گاو، خون گوسفند، خون خروس، خون آدمیزاد، خون چای، خون خر. سلام بهنام جی. میخندی؟ بسه درو ببن مهمون دربت میکنی میخندی؟ برو 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 به به راده چه عزیز دلم جیگرشو من بخور. اوه نه نمیتونم خودم برمیدارم عزیزم جیگرم قربونت برم بخور نوش جونه بخور تو پولشی پرورشی عزیز دلم بینم جون عزیزم چایی به امون نمیده قربون شکل ماهد برم من الان میارم دندون های داره یا خدا چه بی ادب خوبه خیلی خوبم دوست دارم به به بهنام جون متشکرم عزیزم آقا اون یه نخوریش بی ادب خوبی؟ خوبی؟ آره خوبی؟ بله خوبم راحت اومدی؟ بله از سر کار اومدم ولی راحت اومدم خسته نباش خسته نباش قربونه برم شهاب نیومده تو کاری تموم شد؟ نه موندن من کارم تموم شد آره خسته نباش همین با خانمانی که داره پخش میشه دیگه درست آره دیگه آره اصلا نمیتونم شد خب میبینم که با تم امشب خیلی ها داری حال میکنی آره خیلی رفته توی آره اصلا نمش. دیگه اصلا گوش نمیده خطرناکم شده گوش میده گوش میده گوش میده خیلی خوش اومدی قربونت برم خوبه هم آره چی بود آخه درا؟ چرا دراکولا آخه؟ سلام دیگه قرار شد دراکولا باشه منم مخالفتی نکردم آه میگه. خودتون ترایی نه چیز نکردیم هم فکری کردیم هم فکری کردیم آره 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 سخته ولی نه
خون گیر نمیاد. آره خیلی گشنه میمونیم مدام، گشنه گشنه گشنه، خون هر خونی هم نمیشه خون. الان شهاب میاد میدم بخوریش. نه نه میده چون شهاب هم چیز قشنگ لای دندونات. ببین من اون دراکولایی هم که غذای سالمو خیلی اعتقاد دارم، یعنی همون خونی سالمه هم... سالمه خون... سالم نیست. نه اون آدمه با خیلی بگردیم این روز زلال باشه خونش رو بخوریم و کجا پیدا کنیم. ولی شهاب واقعا سالمه. 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 آره بابا سالمه. خونشو میده؟ نه اندازه یه ماه قشنگ هم گوشتشو داری هم خونشو داری. شهاب خدای بانک خونه. آره آره تا یه سال قشنگ میتونه قشنگ خونشو بکشی کنی. نگه داری بذاری فریز قشنگ. بعد شهاب ممکنه الان مثلا احتمال مادرش داری برنامه رو میبینه؟ شاید هم میخواد اصلا دست شهاب راحت شه. صد در صد داری میبینه. نفرینمون میکنه که نفرینمون میکنه که حالا تو که هنوز نخوردی شالا بخورش. نه ترکا هم آخه ماشالله پسر دوست و عزیز و اینا. نه ترکا هم پسر دوست و هم دختر دوست. ها همون ترکا هم پسر دوست هم دختر دوست. شهاب هم که پسر. آره گل سرسبده. آقا من نگفتم هم شریکم. پاهم بذارم این بالا بده؟ نه راحت اصلا برو اونجا بشی. من خیلی این فیلمای سینما دراکولایی رو ندیدم و هیچ اطلاعی ندارم. تو ندیدی این همه خوب دراکولا میشی؟ اگه ببینی چی میشی؟ دوست بازی بود که اگه کسی دوستی اطلاعاتی من میگم من هیچ وقت خیلی زیاد از تاریخ سینما اطلاعاتی نداشتم. هر وقت هم فیلم دراکولایی نشستیم ببینیم هیچ وقت همیشه تو ژانر ترسناکا گذاشتمش، نگفتم فیلم های دراکولایی. گفتم مثلا بشین ممشب یه فیلم ترسناک ببینیم، مثلا اینو دیدیم تو چه دراکولا مالا یعنی یه ژانره. ژانر تو فکر می‌کنم ژانر بعید میشه ژانر دراکولا. میگم من نمیذاشتم. نه میگم فکر کنم ژانر وحشت ژانر دراکولا ژانر وحشت دیگه ژانر وحشت. آره ولی دراکولا چون همیشه یک شخصیت واحدی بوده در فیلم‌هایی که اگر دراکولا داشته این به یک دسته فیلم‌های دراکولایی هم تقسیم میشه. من اصلا نمیتونم ببینم. شما میبینی؟ چرا؟ من نمیتونم. من میترسم. واقعیت بگم. من میخوام بدونم چرا آدم ها اصلا فیلم ترسناک دوست دارن. واقعیت بگم. آره. خیلی ها که مثلا دور و بریان که من میشناسن دیدی نشستیم و اینا عشقشون اینه که با من منو میشونن که بشینیم با من فیلم ترسناک. چون من واقعا جیغ میزنم. واقعا میپرم یه و یه حلکاتی از خودم نشون میدم که اصلا شاید فقط نزدیکتر این آدم ها برم این حلکات رو دیده باشم. من تا حالا باید ندیدم نه فیلم. ما تا حالا آره. یه بار پس باید دعوتت کنم بیا یه فیلم ترسیم. اگه بترسیم میترسیم؟ اصلا واقعا واکنشه خیلی نمیگه بده اینو میترسیم چقدر قشنگ اصلا منو گذاشتن اونجا که بخندن به من. من میترسم اونا میخندن به من، به ترس من میخندن. آره تو چی؟ من بیشتر ترس وقتی اگه بهم بگن ترس و کجا میخوای چیز کنی، یعنی به یاد بیار کجا میترسیدی، حقیقتش موشک باران چیز بود که آره میرفتم تو زیر زمین و که کپی که میکردم زیر این زیر پله، یعنی قشنگ ترس یعنی اونجا برای من با صدای بمبارونو. آره الان موشک میاد چون نزدیکامون موشک خورده بود و زیر زمین، ما بهمان زیر زمین داریم، وقتی مادرم میگو بیا بریم تو زیر زمین قشنگ ترس رو بخوام این پله سرداب به اصطلاح و من الان خودم میبینم اینجا نونای تیری که مادرم درست کرده بود اینجاست من خوشگاه زیر زمین، زیر زمین اونو میبینم و از دوتا اتاقه، یعنی نفس هم اینجوریه مادرم هم اینجاست، من اصلا اینقدر دارم میترسم دوروبرم اینجا هم فقط اینجا هم. یعنی الان پودر میشیم چی میشیم؟ یعنی اگه بخوام اون فکر کنم بالاترین ترس دارم. آقا این میوه همینطوری اینجا چیز نیست. دست دست بذار من برای شهاب هم بذارم که میوه پوست بکنید دیگه. اونم بدید جلو بینم جون به احمد. تو میخوای چابو؟ شهابه شهابه بایی سلام بابا شهاب عزیزم بیهن
قربونت برم. ترگل ورگل منی بیا اینجا. 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 بشین عزیزه دیگه. به دوله حیان. فقط منو تو میسین که حرف میزنیم. آره. شب خوبی؟ نمیفهم شبیه دراکولای خنگ شدی عزیزه. ای جان آقا دلو رودم من بیا بذار لای دستمال کاغذی. وای چقدر خوب بود دراکولا. ببین من ببخشید دیر رسیدم، در تابوتم وا نمیشد. این خدمتکار گیج در رو صفت بزده بود، باز نمیشد دیگه. ساعت خوب کرده بودم بیداشم. عجب دراکولایی بود. حالتون چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟ من عینک هم بزنم ببینم شما رو. خوبی؟ آخه الان شناختی ما رو. حالتون چطوره؟ به به چه دراکولایی؟ چه دراکولایی بزنم به تخته. عمرتون زیاد بشه. شما چند سالته؟ 10,000 سال؟ آره. شما چی؟ 12,000. 12,000 سال. شما مثلا به نظر 8,000 ساله میرسید. آره. من جالبه خود دراکولا رو میدونید. من قبلش برات نوشیدنی چی بیارم؟ چای میخوری؟ من چای میخورم مرسی. آره؟ دیگه خون که نمیتونی بیاری. نه گفتم خون چه خونی دوست داری؟ بر منم بیار چای. گاو، گوساله، گوسفند. بهت گفت نه خون خر میخوام. آخه خر میگن همه چیش، یعنی شیرش ارزشمنده. همه چیش خوب نیست ولی. نه چرا؟ همه چیش خوبه. همه چیش. همه چیش. همه چیش. من برم چای بیارم بچه‌ها. چرا؟ ایوونا تو این چارپا از همه باشورتره. ولی شنیدم شیرش واقعا مقدس. شیرش خیلی گرونه. آره شیرش رو شنیدم. قبرس هم فکر میکنم. کشورهایی که شیره. خیلی پر درآمده. شیر خر داره. صادر میکنه. آره 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 خیلی خواص داره. خیلی خیلی خیلی. بس خب چیا صحبت کردی در نبود من؟ در مورد خواص خر. منتظر بودیم تو بیای اگه اطلاعات سینمایی دراکولایی دادی داری به همون بدی. در چه مورد مثلا بگم؟ بزن اولین دراکولا فیلم دراکولایی. دراکولا رو که میدونی از روی کنت دراکولا. یه کنتی بود توی جنگ های صلیبی که یه خونواده خیلی چیزی بودن و اینا توی رومانی بود، توی پنسیلوانیای رومانی، همین کارتون پنسیلوانیا هم از اون چیز که اصلا خواستگاه دراکولا شهر پنسیلوانیا توی رومانیه. خب. که البته خب اقتباسای خیلی زیاد شد و معروفترین دراکولایی هم که توی سینما بود توی دهه 60 و 70 نقشش رو کریستوفر لی بازی میکرد. توی دراکولای برام استوکر اینجوری توصیف شده که یک کنتی بود که صاحب چیز بود، این میره توی جنگ و وقتی برمیگرده زن و بچهش کشته میشن و این با خدا قهر میکنه این آدم و تبدیل میشه، یعنی روحش رو با شیطان معامله میکنه، تبدیل میشه به یک دراکولا دیگه. اصلا دراکولا که میگفتن اینجوری بود. شب جون قندم هست؟ من همین فاصله هم بود دورت بگردم فردات چم. مرسی مرسی. آره مال کشور چیزم هست داشتم گوش میدادم داشتم. آره, آره. ترانسیلوانیا. بله بله آه ترانسیلوانیا. آره. اصلا هتل ترانسیلوانیا اصلا به خاطر همینه دیگه. آفر. از روح اون ساختن. تو اینا چی داری؟ باز کن ببین چی فضولی مورد. آه هست اون شکلات نامرئیه. این شکلات رنگی. حالا یواش یواش ما میریم به سمت این که از این تم بیرون بیایم. بعدش هم که ولی یه چیزی بگم، من فکر میکنم ما هممون، همه آدم ها وجود خودشون یه دراکولایی دارن. دراکولایی درون دارن. آره آره همون که کودک درون دارن دراکولایی درون هم بکنم دارن. یعنی بعضی موقع ها مثلا ببین طرف یه حرفی میزنه تو داری باش حرف میزنی مثلا متوجهشه. ببین آقا این حرفی که دارم میزنم مثلا هم به نفع توه هم به نفع همه است این کارو. بعد میگه نه فلان میزنه هر چقدر. بعد یه لحظه اصلا میخوایی آف میدونی اونجاست که دراکولایه.
البته من سال هست که دراکولای درونم رو چیز کردم، یعنی یه قلاب انداختم مهارش کردم، چون نمیشه مهارش نکنی، نمیشه، اتفاقات بدی میافته. ولی هممون داریم، همه ی آدم ها دارن، همه دارن. به من یه حسی دارم بعضی وقتا میان سراغ هم، مثلا جوهای جدی نشستیم، خیلی جدی یه فانتزی میشه. نه ببین، افکارم فانتزی میشه. بعضی هم یه چایی میارم، یه میگم بلند شم این چایی رو بپاشم تو صورتش ببینم چیکار میکنه. آره خدا شاهده ها. آره. یعنی من میگم خفه آره. همه همه آره همه یعنی مثلا میگم پنجره رو بکنم هولش بدم پایین چی میشه. آره من تو آره. کنکور اون دراکولای یا احمق درونمه 100%. واقعا اینا چیز نیست، شعار مار نیست، واقعا ممکن است ندونیم که هنوز چه قدرتی داریم. من خیلی تنبلیم دیگه، یه خورده حال نداریم. آره من خیلی موقع قدیم، الان خیلی آرومتر شدم. من قدیم میگفتم این بخشم که به اصطلاح میخوام اینجوری کنم و ها میگفتم که خدایا شکرت برای اینکه منو خیلی پرزور خلق نکردی. همه گفتن چرا این شکر نداره که. گفتم من 100% اگه آدم خیلی قدرتمندی بودم تموم میشه الان اینجا خاطرات تو. آره آره بگو. آره میگفتم 9 ماه از 12 ماه رو تو زندان زندگی کردم، چون یعنی خیلی دوست داشتم فک بیارم پایین. اما الان 2 سال نه، الان ملایمم اینه. خواستم راجع به سینمای وحشت و اینا بگم. حالا دراکولا هم حتی الان دراکولا دیگه خیلی وحشتناک نیست، فیلم هایی ساختن که آره ما با اصلا موه تنسی میشه. شما میبینین فیلم ها رو؟ بله. اتفاقا قبل از اینکه بیای صحبتش میبینی شما؟ من نه، من نمیتونم. منم نمیتونم. ولی من آدم دیدم که قشن فیلم میبینه که سلولای بدنت میلرزه، بعد راحت شب میگیره میخوابه. اون مریضه. من یعنی من تو اونجوری مریضی بس. من میپرم هوا و میپرم بقیه بشم میگیری راحت میخوابی. من راحت میخوابم بابا. من اگه تنها باشم نه آمام. من همیشه تنها هم همیشه هم. تو بعد دیدی ببین اول چک میکنم قبل خواب همه چی درسته، میرم تو اتاق چراغ خاموش کنم، یه صدایی میاد. آره در باز روشن کنم، همه چی خوبه، تلویزیون روشن کن. تو مگه میبینی کلا؟ نمیم نیش نه. ببین حالا نمیگم واقعا چیز ما قراریه. نه فیلم میبینی؟ ببین بعضی وقتا این کرم درون یه میگه ببین یه ببین امشب آرشیوار رو دیدی یه قسمتش سینمای وحشت بود، یه هم میذارم میبینم. من تا 3 روز تخیلم همش درگیر میکنه، مریض میشم اصلا خوابم که آره میبینم. بعد منم یه جون مریضه. تو هم مریضی پر. اونی که میبینه هیچیش نمیشه، یه جون مریضه. اونی که میبینه نابود میشه. من اصلا نمیتونم ببینم. یعنی برای ما فیلم که میاره، خب فله فیلم میاره دیگه، میگم ترسناک رو بذار کنار. من ترسناک ترین فیلمی که واقعا البته اون موقع دیدم سال مثلا 70 تو ویدئو دیدم و واقعا روانم رو تا سالها ریخ به هم. جنگیر. آقا اینا جایزه هم گرفتن؟ بجز جنگیر. بجز آره جنگیر. آقا جنگیر اون سکانسی که کشیش از تاکسی پیاده میشه میاد خونه رو تو تاریکی با چمدون جلد کل چیزا شده اصلا اون سکانس. A man has been sent for as a last resort to try and save her. چای اینا خوردیم. من خیلی حل حوله اینا خیلی نذاشتم که بریم برای پیش غذا. بعدش هم که فکر کنم دیگه این تمامونو یه خورده دیگه تعطیل کنیم که بریم برای پیش غذا که انشالله چیز بشه. بریم آقا صابخونه شمایی مخلص. از قدیم گفتم مهمون عزیز صابخونه است. آره حتما.
جوک بگیم تا بهنام بیاد. آقا هستم جوک من هستم یه جوک بگین الان میام. آقا شما غذا رو بیار، نمیخواد جوک. میارم الان میارم عزیزم. آقا هستی جوک و شکر بگو چی؟ هستی جوک دارم میشنوم. بگو بگو شما بگو تو بگو عطا شو کن. آقا من عاشق یه جوکیم شب خیلی تو هم چون به نظرم بیشتر هستی و اما انیمیشن و اینا دوست داری. این من خیلی دوست دارم اصلا ساخته بشه. یه جوکی در مورد یه خرگوش و یه شیره. به نظرم قصه و درامش خیلی قویه. یه شیره خوابیده، شیره نر، خسته. هر چند دقیقه یه بار یه خرگوشی میان مزاحمش میشه. مثلا از اینجا میان تجسم میکنه اینجا صدا. شیره چشمشو باز میکنه، خرگوشه هویج داری؟ شیره میگه نه من شیرم، هویجم کجا بود؟ این دوزش میخوابه دوباره چند ثانیه بعد دوباره خرگوشه از این ورش دوباره هویج داری؟ ببین این 200 بار این کارو میکنه دیگه. شیره میگه دیگه این دفعه بیا میدونم چی کارش کنم. یه کاری میکنم دیگه این سوالو نپرسه. خرگوشه میاد یه بار دیگه میگه هویج داری؟ شیره میگه به اینجا شپلق میزنه کل دندوناش بریزه، میگه حالا برو، حالا بیا بگو هویج داری، دندون نداری دیگه. چند ثانیه بعد خرگوشه میاد میدن اینجا، شیره شیره میگه چی میخوای؟ میگه آب هویج داری؟ اینو من میمیرم براش. خیلی خوب. آب هویج داری؟ دیگه دندون نداره دیگه، آب هویج میخوای. باز میاد. من امشب میخوام که یک کمی چیز کنم، ساختار شکنی کنم. بفرمایید. امشب چون شب آخره، یک کمی ممکنه طولانی بشه. شامو با پیش غذا رو میخوام با هم بیارم. پیش غذا رو که آوردم، عالی شامم بیارم. اوکی؟ اوکی. خب مشغول شین دیگه. آقا میرزا بردارین. میرزا قاسمی رشتش اینه بر ارجن. میرزا قاسمی گینه نشین. بلم میرزا کی گیرم بر آقا؟ گیرم بر آقا چی؟ اون که ترکیه که ره. ترکیه های انزلی هن دیگه. ترکای انزلی. بلم اسخل کی گیرم بر آقا؟ مایشوری بیر منه؟ هومن ای آقا این جوکی هم جوکی خوبیه. بکنم خوب خوشتون بیاد. که میگه با من مریض این جوکای چیز هم. ابزورد میگم پیشرو. نمیدونم چی اسمشون ولش کن. این که یه دونه بامیه. بامیه. میاد به مادرش میگه ماما من میتونم برم تو کوچه بازی کنم؟ مادرش میگه پسرم برو ولی زول بیا. برو ولی زول بیا. بفهم. خیلی خوش اومدین. بفهم پیش غذا نمیخوای بخوری؟ هر چی دوست داری. نه من که میدونم اصلا هر چی دوست داری. غرغاتی بخور، سنت اصلا ها رو من اصلا هر چی دوستم. من سالادم هست بچه‌ها. سالادم هست. آخه خیلی خوش اومد. آقا خیلی ممنون، زحمت کشیدی. چه زحمتی؟ زحمت نبود که، عذاب بود. خواهش می‌کنم. بینم خود درست کردی؟ بله. مردونه. خیلی خوشمزه. قربونت برم. قربونت برم من. هر کیم درست کرده باز خیلی خوشمزه. همه رو خودم درست کردم. حالا بعداً فیلمشو می‌بینید. ما نه آقا حرفت درست کردم. آقا حرفت سنده نداره. از پیش رادش رفتم خونه دوتا چیز درست کردم. یه دونه میرزا قاسمی بود چون میدونستم امروز سرم خیلی شلوغه. بعد از اون طرفم چیز بود، از اون طرفم یه کمی احساس کردم که امروز یه خورده سرم شلوغ میشه، این بود که نمیخواستم اینجا بوی چیز بگیره، یه بادمجون بگیره. اینه که اینو دیشب درست کردم و یکی از دسرهای بعد از غذا رو. یکیشو. آه چند تاست مگه؟ حالا میبینیم دیگه. میبینیم. حالا من امروز میخوام مثلا تریپ خیلی با کلاس غذا بخورم. نون نمید کم میخورم. تو با کلاس هستی، لازم نیست تریپشو بیاری. نه بیشتر هر چیزی نه. بنا اون جفگیرو میگه. آره عزیزم. دمت گرم. میرزا قاسمی عالی بیست. خب من جوک بلد نیستم، باور میکنی؟ بگو فوقش بشه، من بیمزه میگی؟ نه اصلا بلد نیست، اصلا جوک یادم نمیاد. حالا داریم غذا میخوریم، شاید یه چیزی یادم اومد. خاطره هم میتونی تعریف کنی؟ خاطره بانمک هم میتونی تعریف کنی؟ خاطره آره بهش فکر میکنم. خاطره بانمک
من بگم تیم بگو مثلا. بگو آره میخواستم منم بگم رادش تو یه دونه بگو تو من زیاد چیز نمیکنم من یهو مثلا دو سه تا جوک یادم مونده که آیا دیگه تو آبادانی و اینا دوستش دارم دیگه با اون دنیای خودم باش عشق میکنم اینکه طرف میاد آمار بگیره در خونه آبادانیه در میزنه چند نفرن و اینا حالا به چیز کار نرسته خیلی به حقیقت مانندیه این قضیه در میزنه و باز میکنه یه بابایی میاد جلیل میخواد بنویسه میگه که میگه که اسم میگه جلیل عباسی میگه خب جلیل عباسی بقیه تا میخواد بگه تق 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 رفت تو ای بابا چرا رفت بعدی میاد تلق 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 خلیل عباسی برادر اونو میگه بله اجازه بدید خلیل عباسی جلیل عباسی ببخشید شما تق میگه دوره میره ای. آقا این همینطور 7-8 تا 10 تا میان بابای مادره همه میان و میرن این یه قاطی میکنه میگه بابایی به ما کار دارم یعنی چه دونه دونه میای خب با هم بیا یکی بیا همه رو بگه میگه به صورت داد نزن یه دونه عینک ریبن بیشتر تو خونه ندارم همین چی شد؟ باید فقط با عینک بیان جلو یعنی میرفته عینک رو میداده به اون یکی همه باید با عینک ریبن بیان و الا نمیشد دیگه اگه میگم همه نمیشه دونه دونه میان یواسی باید صبر کنه تا همه عینک بزنن بیا فرار میکنیم میریم نیشابور نیشابور آره حالا یک کاره چرا نیشابور من کجا چه میدونم میریم آبادان برزیلته آبادان این وقت سال دیوونه ای مهم اینه خودت حال کنی بازم خوش نه شاب بله قربان شاب درست میگم خودت حال کنی با جوک خودت شما که با همه چی خودت حال میکنی جوکت هم حال کن باش کاش تو هم جزئی وجود من بودی که با تو هم حال کن نه برو بابا داریم حال میکنیم نه شوخی میکنیم شوخی کرد دیگه باید شوخی میکنیم بعد مگه آدم با وجود خوشحال کنه نه عاشق خودت باش این میشه البته من آدمایی دیدم با خودشون قهرن و نه من آدمای ابوسونیان خودم آره آدمایی هستن که اسم خودشون هم قهرن چه بس به بقیه ولی من عاشق خوب نیست من خیلی نازم خیلی گلم خیلی دوست داشتنیم جون تیشرت اصلا کجا دادی چاپ تو هنوز یاد نگرفتی با من شوخی نکنی آقا چرا دیگه نکن نه من شوخی با من نکن تو تیشرتت بابا میگم تیشرت نازه چی میگه تو منم گفتم اصلا با من امشب شوخی نکن دوست ندارم جنگ میشه من میدونم دیگه با من شوخی نکن میتونی اشکالی داری یه نفر ملت بگه با من شوخی نکن آقا من تیشرت رو آقا با من شوخی نکن خب من بگه از من سوال نپرس اصلا با من حرف هم بیست داشته اه فکر حرف اه باش اصلا حرف نزنیم نزنیم چی میشه بگیم ولی هم یه دوست داریم بعضی اصلا هم میگرد نمیشه آخی من باید باش حرف بزنم دوست دارم باید حرف بزنم حرف بزن با خود دارم این پرسن آقا آیه رادش نسول رادش عزیز استاد تاج سر من تیشرتتون از کجا رفتید چیز کردید من بگم بله بذار خودش خوشگل میگه آخه خودت بگو تیشرتم و یه فروشگاهی هست تیشرت چهار نفر رو میفروشه آلپاچینو رابرت دنیرو من و ارجنگر میفست از اونجا خریدم چون ترکیب عجیبیه ترکیب جالبیه یعنی الان بیه قشنگی سوال کنی جواب گیرم و خودت رفته تیشرت خودت خریدی؟ نه تیشرت ارجنگ میخریدی؟ نه آلپاچینو که خرید یه دونم برای من چون آلپاچینو طرفدار منه رابرت دنیرو طرفدار ارجنگ الان یه سوال بپرسم بفهم چنگال منو ندیدی؟ چنگال چه شکلی بود؟ اینجوری یه قربون نه در مورد کپی رایت می‌خواستم نظرتون رو بپرسم کلاً تو ایران آره تو ایران نداریم من رعایت نمیشه ولی مثلا نداریم می‌خواستم ببینم اگه مثلا رعایت بشه خوبه آخر یه دفعه سر یه کاری بودیم یکی از تو زمستون تو بیرون کار سخت دیدم که یکی از دوستای خودمون و اینا یه چیزی تنشه مثل پتو سربازی خب ولی تنشه بودم این چیه گفت اینو من دادم برام دوختن برای چیز برای سر صحنه
مثلا کت دارم، شلوار دارم، هر چیزی مثل پانچو اینو میپوشن. آره ولی یه دوخت خاصی داشت، یعنی مثل پانچو به این راحتی نبود که سرشو در بیارین کلتو بکنین تو، نه دوخت داشت، دوخت خاص داشت، دکمه داشت اینا. گفت میخوای برای تو هم بدم به دوزه؟ گفتم که آره اتفاقا برای سر صحنه خیلی به درد میخوره، جای سرد. و بر من دوخت و آورد و ما خیلی تشکر کردیم. آره پولیش هم نگرفت ازمون هیچ جوری، هر چی گفتم که خب بالاخره تو رفتی زحمت کشیدی اینو خریدی این پارچه رو نمیدونم کنم. اون بعد برام تعریف کرد، گفت میدونی اصل ماجرا چیه؟ یه برند ژاپنیه که خیلی هم گرونه، اینو طراحی کرده بود و یکی از دوستای من خریده بود از اون برنده. گفت من خوشم اومدم ببینم چه جوریه. آهان خب این باز میشه یه پتوه، اینجاش دوخت داره. اوکی رفتم به خیاطه گفتم آقا اینو برای من بدوز، اونم برای من دوخت مثلا مال اون شده بود. نمیدونم قیمت، نمیدونم میخوام فاجعه رو بگم. اون مثلا از اون برند اصلش رو خریده بود مثلا به پول ما مثلا 10 میلیون، این تموم شد مثلا 60,000 تومان. حتی کپی رایت حساب نمیشه. چرا کپی رایت حساب نمیشه؟ اگه برند اون، اگه میرم این اون پارچه ژاپنی رو شبیهشو میگرفت و برند اون شال اونو میزد و به اسم اون میزد، اون میشه کپی رایت. شاید یه آدمی درمانه گرده سخت داشتم آره نشسته اینو بیچاره زن بود. شما وقتی یه فکر رو میدی بیرون مطمئنن دیگه صاحبش نیستی، از اون برمیدارن دیگه. روی آثار هنری معمولاً کپی رایت اصطلاحاً اثر هنریه، مبلم هنری. نه نه ببین، من خواستم اتفاقا اینو استارت بزنم که به کار خودمون برسیم. آها من منظورم این بود که برسیم به کار خودمون. مثلا تو فکر می‌کنی اگه برای کار ما توی کشور ما قانون کپی رایت رعایت بشه ما اوضاعمون بهتر میشه یا نه همینجوری خوبه؟ نه خیلی بهتر میشه، خیلی بهتر میشه، خیلی بهتر میشه. خیلی وقتا چیز میشیم ما مثلا یکی دو سالی میریزیم به هم. شما الان نرم افزار کامپیوتر میخری اون کارخونه فروخته، مثلا نباید شما اینو تکثیر کنی. خب برای خودشون در اومده تو بازار مثلا 100,000 تومان، اینجا 13,000 تومان میتونی بخری. خب بر ما هم ضرره. خب ضرر باشه. فیلمایی که اون شب چیده بودیم پشت سر من تو سخت رفته بود همشون کپی هن دیگه. خب ضرر که دور اگه من بخوام از اورجینالش رو بخوام بخرم بله 10 برابرش باید میدم. خب دورت بگردم 10 برابر خیلی بیشتر. الان شما یه دونه میخوای فیلم بخری اورجینالش رو میخوای بخری، باید بستگی داره کی اومده باشه، DVD شده باشه، کی از اکران اومده باشه، چقدر قدیمی باشه، چقدر جدید باشه. الان شما فیلمی که از پرده میاد پایین کمتر از $30 نیست. بله همین برنامه شام ایرانی الان داره از ماهواره پخش میشه. فکر کردی به آقای ابوطالب پول دادن یا به شرکت فیلمو پول دادن؟ داره پخش میشه. خب غلطه، غلطه ولی نمیشه جلوش گرفت. ببین یه چیزی آقا، وقتی صدا و سیما داره فیلم خارجی خودش برمی‌داره پخش میکنه، دارید قربونتون برم که دارید راجع به کپی رایت و مثلا اینکه کپی رایت دزدی حساب میشه و فلان، حتما الان کسایی که دزدیای فوق‌العاده بالا و اختلاس‌های بالایی که در کردن دارن برنامه ما رو حداقل چند نفرشون می‌بینن. همین دزدی نه ها، دزدی اختلاس نه ها، اختلاس. تو تصمیم گرفتی چون نخوریشون هیچ کدوم رو دوست نداری؟ نه من من به خدا همه، ولی من اول زرنگم دیگه، میرم سراغ اون خفن تره. همون کافی بود برای؟ ولی نمیدونم من کلا احساسم میرم، من هر جوری که دور بگردم هر جوری که کیف من پیش بینی نمی کنم، یعنی پیش بینی نشدم، یا میخورم یا نمیخورم، هرچی عشقم بکشه هر جوری که کیف. آره ولی مرسی، چه بحث خوبی بود واقعا، ته دل بود. آره ولی کیف کردم. میگم مثلا آب یا نه ببخش من چی میخواد؟ فانتا بهم فانتا من میرسم قربونش برم. مرسی. سر دوزو پلیس بچه ها عقب مونده بودن، یعنی نویسنده از ما عقب مونده بودن، ما جلو رفته بودیم. آخه ریتممون یه خورده تنده. یعنی چی بدون متن؟ نه
با مت بودیم، یعنی زنگ میزنیم میگفتیم داری میگیری ما تموم شد بفرستیم، داغ داغ میومد. یه دونه بعد خب نویسنده های حرفه ای هم برنگم بلدم وقت بخرن دیگه. اومد یه سکانس نوشت گفت این همینجا که نوشتم میگیریم. کجا بود؟ مدرس شمالو دارین میرین، میرین رو پل پارکوی، وسط پل میفهمی که اشتباه اومدی، دنده عقب میای پل و عقب از کنار پل میری زیر پل پارکوی دور میزنی. خب این روی پل پارکوی و ببندی و سنریال و فلان اینا داستانه دیگه. از فرصت زمان آقا ما رفتیم خلوت بود تو 20 دقیقه ما اینو گرفتیم. وای حالا دوباره بنویس سکانس بعدی ها. سعید آقا خانی زنگ زد گفت آقا ما گرفتیم. من صدای پیمان رو میشنیدم، یادم پیمان بود یا مهراب، مهراب بود، مهراب داری دروغ میگی. ببین اونو خودش تصور کرده بود که دو روز طول نمیتونن، یعنی چی میگن رفته اون دنبال نخودسی ها ما رو فرستاده. از زیر پل برد بریم. از زیر پل، از زیر پل با دیر گفتی دیگه. دندقه بگیر. دندقه میشه فری با خانم تصادف میکنیم با ایرانندگی حالم میکنین دیگه. آره که ما مثلا سرمون اینجا یه روز حداقل دیگه یه روز کامل سرمون یه بارم سر شکرآباد نویسنده بر من نوشت جمعیت ایستاده اند مثلا مردم وایستادن یه نفر مسافر وارد شه بیان استقبالش، یارو نیومده، الاغ وارد میشود نگاهی با آنها کرده میرود. چی الاغ؟ الاغ انگار خودش احمد الاغش اومد. الاغ پیدا کن. جمعیت رو چیدیم، الاغ بفرست بیاد. الاغ میومد نمیومد، رد میشد، بعد نگاه نمیکرد. خدایا آخرش کردم بابا به جهنم ولش کن، نمیگیرم. الاغ نگاه نمیکرد. ولی بابت اون چیزی که گفتیم راجب پول و سرمایه و اینا، ما درسته بعضی تهیه کننده ها ممکنه اذیت کنه، ولی تهیه کننده خوبم داره. بله صد درصد. یعنی اونطوری نیست که مثلا من بوده تهیه کننده هایی بوده که واقعا من باشون کار کردم به موقع سر تایم. ما مشکلات کارو داریم میگیم. آره. که حتما آره. باید همه این چیزا نه مسلمه. آره من دیگه زحمت کشه. آره. شریف هم واقعا داشتی. به خدا من یه تهیه کننده رفتم قرارداد بستم یه بار، گفتم اینقدر، بعد گفت که نمیتونم اینقدر. گفتم آقا اینقدر دیگه نه نه اجازه بده، حداقل پولی که ما دادیم این نده، من اصلا غیرتم قبول نمی کنم با تو را به من دادیم بیشترش کرد. خدا شده. آره منم داشتم که بیشتر خیلی کرده. قشنگ بود برام. آره داد حالا دیگه تا اینجاش قشنگ بود بذار به بقیه اش نبرم. نه خدایی داد داد. نه خیلی که آدم یادش میمونه دیگه، کیف میکنه. آدم کیفه. امشب کی آیتم میگه؟ آیتم میگه؟ بگو دیگه. خودم میگم آیتم برگاه. حالا یه ما رو یه آیتم مهمون کن بگو میخوام نگات کنم. دوستان از بیننده همچنان با برنامه شما میگوین در خدمت شما هستیم. خواهیش میکنم که یکم برنامه شو میبین برنامه شو میبین شک نکند شام ایرانی رو ترک نکند همچنان شد مرا میاد خیلی بود. بفهمید بعد بفهمید بینام جون چه کردی و بابا چه کردم کاری نکردم برمونت برم چکا میکنی؟ من از اینا نخورم چجوری میخورم اینا؟ دوست دارم کاغذشو ببورم باز کنیم چجوری میشه؟ آقا بینام جون همه رو اینو واقعا درست کردی؟ نه معلومی که نه. چرا نه؟ چای لیوانی آوردم. نه جان من جدی؟ نه چرا؟ چرا نداره بلد نیستم درست کنم اونو، رفتم خریدمش. ولی میتونی اون غذایی که شما درست کردی اینم میتونی درست کردی. آخه دیگه وقت اینو با من جون چای میخوری. آقا جون دمت گرم به هر حال. شاب جون چای.
لیوانه گتر میشه. اوف آه بلد اصل جنسی جدتن حال نارماز دوت چونده من بلار بودو تاثیرم با این نفع دادسوی بیرم ادل من نوشه جان زیرویساشو بعد پخش بیرم نوشه جان دیگه خلاصه اون میشه بر منم باز کنی خیلی استادانه این کارو کردی من دستم گنده است اینه کرم فشارش میدن زنه بیرون درزشو باید پیدا کنی چاگو رو درزش استاد خامه باز کن در سال 1300 آواز شد تمام اینش من ببین این غلط داره دمت گرمه خودم اونش هم اینجوری کن حیف میشه داشتم به دقت نگاه چاقو بر خودتون آقا فکر میکردم بینام جا به اینکه مثلا من باز بشه راحت تر میخورم یا بسته باشه بعد به این فکرم من این چون که حالت لیوانو داره برای من اینطوری راحت تر نمیریزه آره منم همونطوری هم برای این نشون میده که همه اینطوری راحت نیست هر کسی یه جور حالا یه جوک بگم چرا؟ تو به چای اعتیاد داری؟ نه تو داری؟ من شما داری؟ من دارم واقعا؟ آره من به چای اعتیاد دارم البته اگه نخورم معلوم میشه خودم لو میدم اگه بخورم کسی چند تا؟ آره چون حس نشد تو این سه چهار شب نه ببین مثلا یه موقعی میشه سر فیلم برداری چند تا؟ به روزی چند تا اعتیاد نه ببین اصلا مثلا یه موقعی یه جاهایی میری هیچی نیست مجبوری واسی کار کنی دیگه شب من اصلا سردرد بیگانه من اصلا یکی میگه سرم درد میکنه هیچ وقت نمیفهمم معناش چی من هیچ وقت سردرد نشدم فراغون. اونجوری که مثلا یارو میگه یه گردو اینجا تکون میخوره کلم تکون میدم یه گردو اینجا تکون هیچ وقت اینجوری نشدم ولی اگه یه موقعیتی پیش بیاد صبح تا شب مثلا چایی نخورم سرم درد میگیره به محض اینکه اولین قلوب میدم پایین بلافاصله خوب میشه حالا یا روانیه یا جسمیه اینا رو نمیدونم ولی از اونجا بود که فهمیدم عادت. بله من عادت من به چای اعتیاد دارم منم صبح اگر بله من صبح اگر چای نخورم صبح سردرد میگیرم صبح آره زمانش برای من مهم نیست ولی باید بخورم نه برای من صبح حتما باید بخورم یعنی اینکه حتما باید چای رو بخورم که بتونم مثلا لودشم بیام بالا بعد از مثلا چرا مثلا روزی 3 تا 4 تا چای چرا میخورم آره دوست دارم برعکس خیلی ها که مثلا قهوه دوست دارم من قهوه بیشتر میخورم اگر قهوه نخورم من جفتشو میخورم دوست نه من چای میخورم مثلا صبح کافئین دوست دارم با چای شروع میکنم بعد نهار قهوه شبم با چای تمیش برنامه مدون چای مهمزم آره من در موقع چای میخورم یه چیزی بهم میگن دهنت آستر داره چون داغ داغ داره چرا آستر کتو دیدی گلایه است برای اینکه زبونت انگار نمیشه میدونم اینا بلدن منظورم اینه که همیشه چرا میگم دلیل میدونم چرا اونو میگن منظورم اینه که اینه که میخورم به خودم میمونم میگم چرا من زودتر از همه میتونم داغ بخورم از دفعه نشم چیه واقعا دلیلش خب یه کمی چیزه دیگه یه کمی به خودت چیزتم برمیگرده طبعت هم برمیگرده یه خورده ولی نصر الله میگن خوب نیست برای میگن سرطان خدا اینا که زبونم دار ممکنه تبدیل بشه به سرطان خب داداشی اذیت نمیشم که نه اون تو وقتی اینجا اذیت نمیشم نه الان من جرئت نمیکنم اونجا نه یه سوال آقا وقتی اینجا رو اذیت نمی‌کنه ممکنه اونجا رو اذیت کنه ببین منم اولا سرطان اونجا منظورشون نیست من چندم سرطان حنجره ممکنه اینجا ها ایجاد کنه اونجا دیگه سرد شده ای برسه ولی چون من خودم خیلی داغ می‌خورم خیلی قضیه آقا شوخی که نکردم الان یه جمله خنده دار گفتم آجه علمیه کنم اولین بار علمی هم زدیم ولی امشب یه اتفاقی افتاد من تو با هم دیگه ترکی حرف زدیم مثلا من دیدم هومن اینطوری شد خب نه هومن که یه ذره ورودی داره این پنجه درزن من میفهمم ولی کلن از این حالت خوشم میدونم آره من فهمیدم من نگاش کردم به رو نیه بردم که فهمیدم با هم ترکی صحبت میکنن دورن عجیبتر این که نصرالله چیز نشد شاکی نشد خب من از صبح تا شب من خونم اصلا من اینقدر که با ترکا الان زندگی میکنم با جنوبی ها زندگی نمیکنم من برادر خانمم
کلی ماشاءالله برادر خانم دارم، همش میان میرن، رابطه من خیلی باشون خوبه، همه تو یعنی من همش دارم ترکی میشنوم. و خانم مثلا داره فارسی حرف میزنه اینجوریه، مثلا میگه آره اینا رو ببرین فلان، بعد تو میگم لنگه به قول مادرم یه کاری میکنم تو، چون وقتی که ترکی صحبت میکنه یه قدرتی میاد توش. آره دیگه مثلا جان اصلا زبون ترکی زبون محکمی از داره، این تو همه جا اینطوریه ها، اینجا میاد خیلی ته حلقیه و با قدرت، یعنی با پرتاب حروف خیلی محکمه توش. ما یه سالی من و داداشم کیش، من برنامه داشتم کیش، گروه خنده‌بازارم بردیم، داداشم هم گفتم بیا که کمک کنیم اونجا. بعد من و داداشم بودیم با یکی از بچه ها که ترکی نمیدونست، هم خونه یه خونه گرفتن از خونه ویلاییه که با هم روزای اول مثلا ما حرف میزدیم، گفتم بابا جلو اون جد و پار اردوشیل از اردو، این خیلی مهربن بود، تو رو خدا دعوا نکنیم، خواهش میکنم، خواهش میکنیم، من گفت آقا دعوا نمیکنیم، دستاش میلرزه، آقا خواهش میکنم، تو بزرگتر، به داداشم میگفت تو بزرگتر، این ببخشش. گفتم نه کلا جنس تلفظ ترکی یه ذره قدرته توشه. این چیزی که رادش گفت این توی همه زبون ها هست و همه لهجه ها هست، یعنی مثلا دو تا لرستانی میرسن به هم دیگه خیلی راحت تر حرف میزنن، دو تا ترک میرسن به هم دیگه خیلی راحت تر حرف میزنن، دو تا جنوبی میرسن راحت تر. آره نه نه، این که میگه برای این میاره که میگه ترکی حرف زدن با هم. بهنام جون، جونم عزیزم، خیلی جون شده اینجوری گفتی بهنام؟ خود دوستش دارم بهنام، یه جوری دیگه دوست دارم. ما اینجا هویجیم، من خودم میگم ما با اون قرار شوخی نکنیم. ببین میزنم دندونات بشکنه با هویج بخوایی. آره با هویجی. بهنام جون دمت گرم، دستت درد نکنه، خیلی کیف کردم، خیلی به من خوش گذشت، خیلی حال کردم. چرا اینا رو خونه من نگفتی به من؟ من که دارم واقعیت، این بهنام بود، نمره خوبارم دادی به این الان دیگه تمام، همه جا تبعیض، دمت گرم. که با من قهره نمیتونم تیم بسازم، خیلی حال کردم. تو تیم مایی. ای بله قربونتون برم بهنام جون، واقعا مرسی که واقعا اومدید، واقعا خستگیم در رفت امشب، خدا رو شکر. واقعا خستگیم در رفت، مشغول شدم. مرسی بافرین، مشغول شدم، ببخشید دیگه کم و کسی چیزی بود دیگه، دیگه بود. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ببین شاعر میگه که در عقلم بلک از زیتلوس، این پشت نوشته بله، یعنی چی شاعر میگه؟ چی گفتی تو الان پشت اون چه میدونم اون پشت نوشته؟ نه میدونم ز شعر خون دیگه، شعر. مرسی بهنام جون، به هر حال بابت همه چی ممنون، قربونت برم، قربونت باید برم در شیری من. برو دیگه، بلدی دیگه اونها بابا، چپ بلدی دیگه، برو برو خونه تون یه باره نمیرسم. معمولا توی شامای ایرانی وقتی صحبت از امتیاز میشه، حالا جنبندی امتیازات و اینا، من شب اولم گفتم این که من برای امتیاز نیومدم، یعنی به هر سه تا دوستی که من مهمانشون بودم نمره بالا دادم، 10 دادم، چون اصلا برای من امتیاز خیلی مسئله ای نیست، من مهم همون دور همی است و کنار هم بودن است، خوش گذاشتن است، خیلی فنی خودم نخواستم نگاه کنم. منتها آدم تو شب خودش که میزبانه و میخواد امتیاز بده، شاید برای کسی مثل من که به امتیاز فکر نکردم یه خورده دیگه خورده عجیب غریب باشه. خیلی به من خوش گذشت، خونه بهنام جونم هم بود، دوستش دارم، رفیق چندین سالمه، خیلی با هم رفیقیم، همه غذاهاش غذاهایی بود که باب میل من بود، خب طبیعیه، هم از سال هاست با هم رفاقت میکنیم، ذائقه منو میشناسه، میدونه که من هر غذایی دوست ندارم. من به پیش غذاش نمره کامل میدم، به شامش نمره کامل میدم و به دسرش هم نمره کامل میدم. حالا خیلی هم وسواسی نمیخوایم برخورد کنیم دیگه، به هر حال ما مردیم، یه خورده ممکنه توی پذیرایی و اینا یه نواقصی داشته باشیم.
کل مهمونی گرم و خوب برگزار شد. بهنام تمام تلاشش رو کرد که ما به امون خوش بگذره که گذشت. واقعا حالمون خوب بود، انرژی خیلی خوبی داشت خودش، جو خونه و تمام تلاشش هم کرد دیگه. به هر حال من باور میکنم که خودش غذا رو درست کرده بود. البته خب چون این بلا سر خودم اومد، دیدم که واقعا تو این تایم کم برها باید یکی دو نفر باید حالا یه ذره کنار دستت باشن که بتونیم این برنامه رو در به موقعش برسونیم. حالا تمش رو دوست داشتم، دراکولا و گیریماش خیلی بامزه شده بود، بچه هم خیلی استقبال کردن، بامزه هم شد کلا اصلا اون فضای تم و اون استقبال از مهمان ها. غذاها که خوشمزه بود، همه غذا، غذای خدای همه دوستان عالی و درجه یک بود. ولی امشب من به خاطری که آدم ها گفتم بیشتر برام مهمن که اون آدمه که میزبانمه یا مهمانمه باش راحت باشم یا راحت تر باشم، با جناب آقای تشکر توی این جمع بیشتر از هر دو عزیز دیگرم خیلی راحت تر بودم و به همین دلیل، به دلیل راحتی، امتیازی که به خودم دادم که دهه، امتیازی که به خودم دادم که دهه به ایشون میدم، ده، امتیاز ده. ولی من هنوز عاشق آشپزاییم که کاملا کاری متفاوت میکنن و غذاهایی رو جلوی من میارن اصولا که من تا الان ندیدم و پر از جسارت. من عاشق آشپزای شجاعم، آشپزایی که چیزهایی رو درست میکنن، ترکیب میزنن که دیگران نزدن. چیزی هم که توی بحث دسر بود، دوست داشتم همون ژله‌ای که خودش درست کرده بود و می آورد از بیرون نمیگرفت، چه چیزی بود. اتفاقا اونم خوشمزه بود، درست کرده بود با کمپوتگی جیلنار آلبالو، اونم خوب بود. خب حالا دیگه بریم سر بحث امتیاز. من امتیازی که فکر میکنم امتیاز هفت مناسبش. من دوست دارم به بهنام 9 بدم، چون که به خودم 10 دادم، اما چون رفیق جونجونیم خیلی هم دوستش دارم، قربونش برم عزیز منه، به بهنام هم دوست دارم 10 بدم. خیلی راحت بگم که چون از شب اول امتیاز برای من مهم نبوده، الان هم نمیخوام ادای آدم هایی که شکست نفسی میکنن و فلان، منم به هر حال همه توانم رو گذاشتم، امیدوارم که واقعا بهشون خوش گذاشته باشه، این برای من مهم. نمراتشون هم واقعا به اندازه خوش گذاشتنشون برای من مهم نیست، مهم خوش گذاشتنشون. به خاطر همین امشب هم شکست نفسی نمیکنم برای خودم و اینکه همون نمره‌ای که به همه دوستان دادم تو شب گذشته، خودم هم همون نمره رو میدم، نمره 10 رو میدم. این 10ی که دارم میدم شاید مثلا 10 واقعی هم نباشه، ولی شمایی که شام ایرانی رو حتما قسمت‌های قبلش رو دنبال کردین میدونین که مثلا نگاه من به نمره دادن چجوریه. اینه که حالا اگه بخوام مثلا 3 بدم، 2 بدم، 5 بدم، 6 بدم، شکست نفسی علکیه که هم برای من علکیه هم برای شما علکیه. از اون طرف این نمره ای هم که دارم میدم علکیه، بخاطر اینکه 3 شب قبلم نمره علکی دادم، چون دوست داشتم 10 بدم، اصلا من 10 رو دوست دارم، اینم 10. قربونتون برم. دوستان عزیز بیننده، رسیدیم به بخش جذاب توزیع جوایز و اعلام برنده. میبینم که این عزیزای شرکت کننده دل تو دلشون نیست، همشون یک استرس خاصی از درون دارن ترک میخورن و خب
بهتر که من اینا رو منتظر نذارم و نه نه زود... نه, نه, نه چی شد؟ قبلش من اصلا یادم رفت بعد از غذا و بعد از شام کادوهاتون رو بدم. عزیزم اینه که یه کادو خیلی کوچولویه که من به خاطر کادو ندادن سه نمره کم کردم ازت. مرسی بهن فرق میکنه. نه خیلی اونطوری نه، استرکچر یکیه. اوی چلا هم من عاشقم یادگاریه دیگه، یادگاری بمونه. آقا فکر کردی کدوم شبیه قورباغه خوشحاله؟ نه نه اسم نوشتم نه چیزی. حالا من با قلب دوست دارم نه با حرف. مرسی به خواهش می‌کنم. اینو شنیده بودی؟ برای من نداره همچین چیزی. فقط برای من دیگه خاصه. مال من چیدم داره با کولر رو بپوشال دادم. به نام عزیز منه. اونایی که برات نوشتی هر روز به من میگی. عزیزم قربونت. حالا حسادت داره تو اینو اینجوری حالا زبونه. احتمالاً مال شما دو تا افتاد. آخیش من. داری شدی. خب دوستان عزیز بیننده اجازه میدی دیگه چیزی یادت نرفته هیچی؟ شما حرفی ندارید قربان، شما فرمایش ندارید. فقط شوخی نکن جا؟ فقط بام شوخی نکن. من کابوس تو رو میبینم یه هفته. دوستان عزیز بیننده به این ترتیب رسیدیم به پایان بخش این قسمت از مسابقه شام ایرانی که بسیار به نظر من جذاب و با حضور هنرمندان مطرح کشورمون برگزار شد. همطور که میبینید چهار تا پاکت اینجا داریم، روی هر پاکت اسما نوشته شده. جناب آقای نصرالله اراده، شهاب عباسی، هومن برق‌نورد و جناب آقای بهنام تشکر که امتیازهایی که خودشون به خودشون دادن و امتیازهایی که ما به ایشون دادیم همش توی این پاکت نوشته شده. این توی پاکتیه تاپ سیکرت هم هست جا؟ تاپ سیکرته. آره دیگه، خیلی از ریاست جمهوری انگار اومده، خیلی سفت و سخت و مهرموم شده است. اینجا جمع شده، ما میفهمیم هر کی چند امتیاز گرفته و شما مثلا به من چند امتیاز دادید، اینجا معلوم میشه. فقط خواهشم خویشتنداری کنید، نظم جلسه رو به هم نریزید، هر امتیازی شد بپذیرید. و اینو بگم، جایزه چیه؟ جایزه یک چک ناقابلیه این توه. بله. و خب سفید امضاست، فعلا اسم روش نوشته نشده دوستان عزیز، به اضافه یک جلد از اشعار حافظ که یک هدیه بسیار نفیسیه، میرسه به برنده. این حافظایی که ما خونه داریم چی کار کنیم؟ بدید به برنده ها. من نمیدونم اگه مثلا دو نفر برنده شه اینو من نیست کنیم. از این چهار تا خونه دارم. چهار تا من فقط از این دارم. آره این همین. مدل از آره همین مدل همین رنگ. اجازه یه نگاه بکنم. که جله خوشگلم دارم. همینجوری آره. مشماش؟ نه دیگه مشماشو با کردم. اگه وارد میکردی من میخریدم. خب اون زمانی که این ای حافظا میومد به این فکر نمیکردم اینقدر زیاد آره. بشه که مجبور شم آره. فکر کردی لاش چکه آقای با میکردی سفرق میزدی. خب حالا به صورت آقای رادش جان با عشق خدمت شما بفرمایید. هر مقبول گفتم با نکن. چشم آقای عباسی جانم بفرمایید. من آقای بر من میخوام مولا آقای بیتا چکر بیم قربونت برم من عزیزم. آقا ببین اینو بگی ببر خونه توشم. نه راحت نه میمونه اینجا با نکنیم. بله بفرمید میتونیم باز کنی؟ اولویت باشید. آه تک تک آه تک تک باید خونده شه. آره دیگه بخونی. بله اینجوری خب دل تو دل هیچ نیست. ببینیم جایزه نفیس به کی میرسه. بلند بخون. بله میخونم. خودم به خودم ده دادم. متشکرم. بهنام تشکر به من ده داده که اگه نمیداد جا اگه نمیداد. شهاب عباسی 8 داده، نصرالله 8 داده، مجموع امتیاز 36. خب آقای رادش متشکرم. آقای اومن برق‌نورد خودت خودت اول خودت نه من خب میدونی همه چیو جان برعکس میکنم. آقای هومن برق‌نورد 5 داده دادن ببخشید پایش. آقای شهاب عباسی 6 دادن. آقای بهنام تشکر 10 دادن. خودم هم به خودم 10 دادم. 31 جان خب من خودم به خودم 10 دادم. آفرین آفرین هومن برق‌نورد به من 10 بله. دادن. بله نفس چی؟ عزیزم آقا چرا خون با بیا؟
اینو بده ببین. بفرم. شهاب عباسی به من 7 داده. قربونت برم. مخلصم. نصرالله ارادش هم به من 10 داده. قربونت برم. شکر. سلامت. جمع امتیاز شده 37. به به به. 37. برای منم قربون صدقه میری؟ فقط برای این خرج. فقط بر اون. خب شهاب عباسی به خودش 9 داده، بهنام تشکر 10 داده، هومن برق‌نورد 7 داده، نصرالله رادش 9 داده، میشه مجموع 35. متشکرم ازتون. پس برنده بهنام تشکر.